دوستان سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من در این نوریازر هستم، مدرس ترکی استانبولی. این ویدیویی که دارید میبینید 15 ویدیو از کتاب اول هیتیت هستش و درس 4 قسمت 1 در مورد زمان گذشته جمله‌های فعلی صحبت کردیم، بخش 2 در مورد جمله‌های اسمی زمان گذشته صحبت کردیم و تو این ویدیو هم می‌خوایم در مورد گذشته استمراری صحبت کنیم، جزو زمان‌های پرکاربردمون هستش. حالا وقتی رسیدیم قسمت گرامر بهتون با جزئیات توضیح میدم. بریم که در مورد ببینیم اوکوما در مورد چی هستش. گچمیشتن گنیموزه، از گذشته تا امروز. بو یوزیلدا گنچلر بیلگیسایر پروگرامları، اینترنت، اپوستا، موبیل تلفن و پلازما تلویزیون کنوسوندا چوک شی بیلیو. میگه تو این قرن، تو این 100 سال جوونا در مورد برنامه‌های کامپیوتری و اینترنت و ایمیل و تلفن موبایل و تلویزیون‌های پلاسما چیزای زیادی میدونن. آنجاک اودون سوباسی کمر اوتوسو حقنده هیچ فکرلری یوک. میگه در حالی که در مورد بخاری‌های اودون، هیزم، بخاری‌هایی که با هیزم روشن می‌شدن، کمر اوتوسو، اوتوهایی که با کمر زغال و اینا روشن می‌شدن و اینا، هیچ فکری دارم، هیچ نظری ندارن در این مورد. بعضن گنچلره اسکی تلفونلردن، سپرگلردن، سیاه بیاز تلویزیونلردن سوز ادیورم. چوک ششیریولار. میگه بعضی موقع ها در مورد تلفونهای قدیمی، جاروبرقی ها، تلویزیون های سیاسفید و اینا صحبت میکنم، خیلی تعجب میکنن. گچن گن تورنوما اسکی اوتولری انلاتتم سیزه ده انلاتیم. میگه روز گذشته به نوام در مورد اتوهای قدیمی صحبت کردم، به شما هم توضیح بدم. من چوجوکن الکتریکلی اوتولر یوکتو. میگه وقتی من بچه بودم اتوهای الکتریکی نبود. آنم پانتولونلارمو یاتاغین آلتینا کویویودو. مامانم چیزو شلوارامو زیر یاتاک، حالا اینجا ببینم منظورش تخت یا خوشخوابه، نمیدونم. میگه زیر حالا تخت یا خوشخواب میذاشت. پانتولون صبحا کدر دوم دوز اولیودو. میگه شلوار تا صبح صاف صاف میشد. سونرا بی گون بابام اوه بی اوتو گتیردی. اوتویو ایلک کز او گون گردم. میگه بعدش بابام یه روزی اوتو آورد خونمون و من اوتو رو برای بار اول اون روز دیدم. چوک بسیت اما او زمانلار ایچین اونملی بی آراچتی. میگه خیلی یه وسیله خیلی ساده‌ای بود ولی اون موقع یک وسیله خیلی مهمی بود. آنم اوتونون آلت بلومونه کمر کویودو و اوتو اسنیودو. میگه مامانم قسمت پایین اوتو کمر زغال میریخت و اوتو گرم میشد. البیسلریمیزی بو اوتویله اوتولیودو. میگه لباسامونو با این اوتو میزد. ایرک اوتو تکنولوژیسی. بچه من چون دارم کتاب میخونم، چون این خورده متفاوت بود دیگه مانیتور تکون ندادم. بذارین کجا بودیم؟ ایرک اوتو تکنولوژیسی بویدو ایشته. میگه اولین تکنولوژی اوتو این بود دیگه، این بود، یعنی زغاله رو داره میگه. داها سونرا الکتریکلی اوتولر چیکتی، بعدش هم اوتوهای الکتریکی در اومد. زمانل دیگر اِو اشیالاری ده چوک دیشتی. میگه به مرور زمان وسایل خونه هم وسایل دیگه خونه هم خیلی تغییرات ایجاد شد. بویلجه شیمدیکی گنچلرین ایشلری داها کولایلاشتی. میگه کار جوونا راحت تر شد به همین ترتیب. شیمدیکی گنچلر هنگی کنولارده چوک بیلگیلی. خط اول گفته بیلگیسایر پروگرامları، ایمیل، اینترنت فالان. اسکیدن پانتولونلری نسل اوتولیولارده، پانتولونلری یاتاغین آلتینا کویویولارده، سباها کادر دومدوز اولیودو. اینه متنه. İlk ütü teknoloji nasıldı? Ütünün altına kömür koyuyordunuz ve ütü ısınıyordu, germiş oldu. این از این قسمت و بیاییم ببینیم در مورد عکس چی میگه، در مورد عکس گرفتن. آها به این شکل، حتما اون حالتی که پارچه مینداختن رو عکاس و اینا، فیسش و اینا. فکر میکنم این
یکیه ولی خب دوباره کتاب میخونم. اسکیدن فوتوراف چکمک، فوتوراف چکمک هیچ کلای دیلدی. بچه ها انجام بدید بعد بیاین با من چک کنید لطفا. میگه قبلا عکس گرفتن اصلا راحت نبود چونکه فوتوراف ماکینلرینه کلانماد چوک زوردو، برای اینکه استفاده از دوربینای عکاسی خیلی سخت بود. باز ماکینلری کلانماک چین ایتیم آلماک گرکتی. جوری بنویسیم. میگه برای استفاده از بعضی دستگاه ها باید آموزش میدیدی. تابی ایلک فوتوراف ماکینلری ایله فوتوراف چکتیرمک ده زوردو. بالا گفت که تابی ایلک فوتوراف ماکینلری ایله فوتوراف چکتیرمک ده زوردو. آها فوتوراف دقت کن، فوتوراف چکمک نکته خیلی مهمه. فکر کن من دارم از شما عکس میگیرم، به این عمل میگم من فوتوراف چکیو رو، من عکس میگیرم. شمایی که اونجا منتظر نشستی تا من از شما عکس بگیرم میشه فوتوراف چکتیرمک، یعنی یکی از شما داره عکس میگیره. پس به این موضوع توجه کنید. میگه تابی فوتوراف ماکینسیل فوتوراف چکتیرمک دزوردو. میگه عکس گرفتن با اونم سخت بود، یعنی که اگه یه نفر میخواست ازت عکس بگیره اونم سخت بود. چرا؟ الان میگه. میگه ای بی فوتوراف چیم بی کچ دقا هیچ حرکتت مدن دورماک و اوبژکتیو باکماک انملیده. میگه برای عکس خوب گرفتن اکثر زمان یه چند دقیقه بدون اینکه حرکت کنی باید وای میستادی و با ابجکتیو نگاه میکردی، یعنی مهم بود که حرکت نکنی یا نگاه کنی مستقیم و اینا. بریم در مورد رادیوها ببینیم رادیو رو چی میگه. رادیولار اسکیدن چک، ببین کلا متفاوته. رادیولار اسکیدن چکنم لیده بی چک انسان ایچین رادیو سیهرلی بی کتویدو. بذارید بنویسم، خدا نکرده اشتباه تایپی نداشته باشید. خب اسکیدن چوک نملید بی چوک انسان چین رادیو سیهرلی بی کتویدو. میگه در نظر خیلی از انسان ها خیلی ها رادیو مثل یه قوطی جادویی بود. البته او زمانلار دیجیتال کانالی رادیولار یکت. میگه البته که اون موقع ها کانال های دیجیتالی و رادیو هایی که داره کانال دیجیتالی هستن نبود. رادیولار اوین این گزل کشسنده دوریو هابرلری موزیک پروگراملرنی دینلمک ایچین هرکس اونون اطرافوندا توپلاندی. چجوری بسازم؟ میشه گذشته استمراری، بذار گذشته ساده استفاده کنم، توپلاند. ولی به نظر من جمع می شدن، حالا بهتون میگم چرا. اینو در نظر بگیرید، توپلان یور لارد. میام بهتون میگم چرا، اگه نگه همون خودتون متوجه میشین وقتی که گذشته استمراری رو درس دادم بهتون. اینم از این قسمت و یه چند تا وسیله الکترونیکی داره، اینو بخونم براتون. بوز دولاب بود، یخچال، چماشیر ماکینه، لباسشویی، تلویزیون، رادیو، تلفن و صبا. صبا حالت بخاری رو داره. خب بریم که با هم گرامر رو کار کنیم، ببینیم گرامر در مورد چی هستش. شیمدی که زمان حکایه کیپی. بچه گرامری که میخوام الان درس بدم گرامرمون مربوطه به گذشته استمراری. از لحاظ لغوی فکر کن، از لحاظ لغوی گذشته استمراری نگاه کن چیه. گذشت فکر کن با چیز بریم جلو. گذشته استمراری اسمش روشه اتفاقی که در گذشته به صورت مستمر رخ میداده، استمرار داشته. ببین ما یه گذشته ساده داریم. من 7 سال پیش به توکیو رفتم. ارنک 7 سال پیش به توکیو رفتم. رفتم اومدم.
اگه بگم من به توکیو می رفتم، یعنی به صورت استمرار، یعنی بارهایی می رفتم می اومدم، می رفتم می اومدم. من به دانشگاه X می رفتم. یه بار نرفتی که دانشگاه، هی چندین سال پشت سر هم رفتی اومدی، رفتی اومدی، استمرار داشتی. پس این یک گذشته استمراری هستش، عین فارسیشه. می رفتم، می گفتم، می شنیدم، انجام می دادم. به اینا میگیم گذشته استمراری تو فارسی. تو ترکی هم دقیقا به همین شکل، ساختارش هم خیلی ساده است و مشخصه. مثلا گیدیوردوم، این یک گذشته استمراریه. ریشه فعل تو پیدا میکنی، ریشه فعل من گیته، به اضافه پسوند حال استمراری. حال استمراری رو چجوری می ساختیم؟ ببین اگه یه حال استمراری بسازم براتون، ریشه رو به دست می آوردیم، به آخرین حرف ریشه نگاه می کردیم. آخرین حرف ریشه هم اتفاقا گیتمک جزء اون ستا استثنامون بود. گیتمک، اتمک، تاتماک و اینا جزء ستا استثنامون بود. می گفتیم که چون به بی صدا ختم شده، خودمون یه ای میاریم و یور، بتش هم بده نرم میشه. این حال استمراری. آقا تا اینجای کار گفتم ریشه رو به اضافه پسوند حال استمراری کن، به اضافه پسوند زمان گذشته. پسوند زمان گذشته چی بود؟ پسوند زمان گذشته این بود، پسوندمون این بود، د دی دو دو. یا حالا اگه فستق چشهاب داشتی، ت تی تو تو. آقا اگه اینو بخوای بعد این بیاری، چه شکلی میاری؟ بعد یوری که ثابته، حال استمراری یور داره دیگه، ثابته. پس بعد از یور ده بیارم یا ته؟ خب معلومه فستق چشهاب نیست ده، چون او دارم او. پس این شد ساختار گذشته استمراری، ریشه به اضافه یور دو. حالا این قبل یور ای میاری نمیاری و اینا که مربوط به داستانه ساخته حال استمراری جای خود دارد. پس ریشه به اضافه پسوند زمان حال استمراری و پسوند زمان گذشته به اضافه پسوند شخصی. گیدیور دوم میرفتم، گیدیور دون میرفتی، گیدیور دو میرفت، گیدیور دوک میرفتیم، گیدیور دونوز می رفتید، گیدیورلارد می رفتن. حالا یه به این نکته توجه کردی؟ پسوند شخصی ها مشابه پسوند شخصی زمان گذشته بود. نرمالی خب داره به زمان گذشته می چسبه دیگه. پس پسوند شخصی همونم م نه هیچی که نز لارو لر، که حالا آره هم می تونه دیگه، چون دوه فقط لار. ببینم منفی کردنشم گفته بله. آقا یادتونه چجوری منفی می کردیم؟ یه نکته بهتون بگم، مثلا با فعل کالماک، این کالماک رو یه بار میخوام به گذشته تبدیل کنم، یه بار به حال استمراری. حال استمراری اگه باشه کال یو روم، با اول شخصا میگم، گذشته اگه باشه کال دم. هر کدوم از اینا رو بیا منفی کنیم. اگه یادت باشه گفتم برای منفی کردن حال استمراری، این جمله رو گفتم یادداشت کنید، یاد بگیرید، برای منفی کردن حال استمراری بعد از ریشه م می مو می میاریم. حالا چون آ داریم م آوردیم، کال م یوروم، تموم شد. برای منفی کردن زمان گذشته چی گفتم بهت؟ گفتم برای منفی کردن زمان گذشته بعد از ریشه ما یا می میاریم، کال مادم. اینا رو چرا نوشتم؟ برای اینکه یه مرور کنی، یه یادآوری بشه برات. برای منفی کردن بنویس حال استمراری بعد از ریشه، ریشه اصلی، یا نمیریم از اون مثبته که ساختی استفاده کنی، چون اگه تو مثبت یادت باشه آ و ا حذف میشدن، اگه داشتی ا ای او اضافه میشد، اگه به بی صدا ختم میشد خودت یه سری ا ای او اضافه میکردی، در واقع دوچار تغییرات میکردی. پس از مثبتش نساز، مثبتش تغییر کرده. برای منفی کردن حال استمراری ریشه تو به اضافه م می مو می میکنی، برای منفی کردن زمان گذشته ریشه به اضافه ما و می میکنی. خب حالا چه ربطی به موضوع ما داره؟ ربطش اینه، مثلا کال یور دوم، اینم حال استمراریه، گرامر امروز میخوام، گذشته استمراری، گرامر امروزمونه. مگه نگفتم بعد از ریشه م می مو می بیاریم؟ یعنی اینجا
قبول داری؟ آقا این بعدش یور داره دیگه، انگار که داره حال استمراری رو منفی میکنه، یعنی برای منفی کردن گذشته استمراری از م می مو می استفاده میکنیم نه ما و م. چرا؟ چون انگار این بنده خدا که دیگه جلوشو نمیبینه، فکر میکنه بعدش یوره، حال استمراریه، از مو استفاده میشه، بعد نمیدونه که دیگه در ادامه زمان گذشته ای هم وجود داره. پس یادداشت کن، برای منفی کردن گذشته استمراری مثل حال استمراری بعد از ریشه از مو میمو مو استفاده میشه. این هم از منفی کردنش. و برای سوالی کردنش، آها، برای سوالی کردن ببینم چند تا نوشتم. ببین یکی گذاشته استم، بذار یک چند تا بنویسم با گیتمکم بسازیم. گیتی یور دوم، یه دونه منفیشو اصلا بسازیم. گیت می یور دوم، سویله می یور دوم، و اوکو مثبت، اوکو یور دوم. اینا رو بیا سوالی کنیم. نگاه کن چجوری سوال میکنم. کال میور مویدوم، حالا گیدی اردوم، گیدی ار مویدوم، گیت میور مویدوم، سویله میور مویدوم، اوکویور موی دوم، اوکویور موی دوم. نگاه کن جایگاه پسوند پرسشی رو یاد بگیر. جایگاه پسوند پرسشی بعد از یور قبل از ده. یعنی یه نکته بهت بگم تا آخر عمرت یادت باشه، ما بعد از این قرار کلی گرامر بخونیم که از ادغام چند تا گرامر اصلی تشکیل شده. یعنی این ادغام دیگه، یعنی توی گرامر زمان گذشته رو با زمان حال اومدی ادغام کردی، در آینده زمان گذشته نقلی رو به اضافه گذشته ساده میکنی، یا آجاکجک رو به اضافه یه سری گرامرهای دیگه میکنی. در واقع دو تا گرامر رو پیش هم قراره بذاری، داره سطحت میره بالا، پیشرفته میشه. یه نکته بگم یادت باشه، برای سوالی کردن گرامرهایی که از دو تا زمان، از ادغام دو تا زمان تشکیل میشن، پسوند پرسشی رو میذاری ما بین دو تا پسوند زمان. یعنی آقا مگه این گرامر گذشته استمراری از ادغام حال استمراری و زمان گذشته تشکیل نمیشه؟ تموم شد، این یه زمانمه، اینم یه زمانمه، پسوند پرسشی رو بذار ما بین این دوتا. تموم شد. حالا کلی قرار زمان داشته باشی، یا من این چیز کلی بهت گفتم، تو زمانهای بعدی که ادغام داری دوباره یادت باشه که به این شکل سوالی میکنی. بریم گرامر خود کتاب ببینیم چی گفته. بنسن او بی سیز اون لار، زمیرامونه، ریشه هامونه، یاب سو بیل اتور گیل کنوش، یاب ریشه، یاب مک انجام دادن، سو مک دوست داشتن، بیل مک دونستن، اتور مک نشستن، گیل مک خندیدن، کنوش مک صحبت کردن. گفته برای منفی کردن از م می مو مو استفاده میکنیم، بعد یوراتو میاری، بعد اگه بخوای سوالی کنی نگاه کن پسوند پرسشی بین یور و ده. عرض کنم خدمت شما که پسوند شخصیمونم اینا عین مشابه زمان گذشتمونه، مه نه هیچی کنز لار. بریم ارنکاشو ببینیم. من چجو کم سوت سفمی و مویدوم، من وقتی بچه بودم شیر دوست نداشتم. اونلار کنوش میولار د، کنوش میولار د، هی خواستم لحنم رو سوالی کنم دیدم نمیشه. کنوش میولار مید، کنوش میور، آره این علامت سوال که گذاشته ببینم، آره تو کتاب نذاشته، تو کتاب من، ولی خب تو پیدیه میگم آخه سوالی نی، هی یه بار خواستم بخونم سوالی بشه. خب این نبود، اونلار کنوش میولارده، اونا صحبت نمی کردن، سوالی نیست. سن از اونجا گلیور دون، اینم سوالی نیست، توی خورده پیش داشتی میخندیدی. سن از اونجا گلیور دون، اینم سوالی نی. او 3 یل اونجا استانبولدا اتوریور دو، اینم سوالی نیست، اشتباهه، میگه اون 3 سال پیش تو استانبول میشست.
Siz Türkçe bilmiyor muydunuz? Sualiye, şoma Türkiye ne mi dünesid? Biz dün saat 3'te alışveriş yapmıyorduk mu? Yapmıyor muyduk mu? Beyne yor ve dı باید قرار بگیره. مسئله کتابم دقیقا همین هستش. درست. ببینم من چجوکن متنمون همونه یا نه. حالا مقایسه ای طوری میرم جلو. حل کنید لطفا. لطفا حل کنید بعد بیاین با من چک کنید. پس از لحاظ مفهومی گذشته استمراری رو درک کردی. اتفاقی که در گذشته رخ داده و به صورت مستمر رخ داده. از لحاظ ساختاری هم ادغام زمان گذشته یور با دی هستش که به صورت دو میاد بعد یور. من چجوک کن. من وقتی بچه بودم. من چجوکن هر شی داها گزلده. گرچکتن دارو سویلیو. میگه وقتی من بچه بودم همه چیز خیلی بهتر بود. قشنگتر بود. Şimdiki çocuklar gibi imkanlarımız yoktu ama yine de çok mutluyduk. Ki mesle بچه‌های الان امکانات و اینا نداشتیم ولی باز هم خیلی خوشحال بودیم. Özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum. Hatırlıyordum. Aa, işte میگه بویژه özellikle بویژه شبای تابستون رو به یاد میارم. حال دیگه به یاد میوردم که نی الان به یاد دارم. گچ ساعتلره کدر دشارده وکیت گچیریوردوک تا دیر وقت بیرون وقت میگذروندیم. گچیریوردوک زمان گزینه اصلی گچیریوردوک هستش. اینو باید خط بزنید. اویونلار اوینویوردوک بازی می کردیم. این اشتباهه. اوینویوردوک درسته. بازنده سینمایا گیتیک گیدیوردوک. اینم درسته میگه. بازنده سینمایا گیدیوردوک. میگه بعضی موقعا به سینما می رفتیم. گیتیک رو خط بزنید اشتباهه. شیمدی بیلگیسایار تلویزیونلار گنچلری یانلزلاشتریو یانلز... یالنزلاشتریوردو. خب میگه الان کامپیوتر و تلویزیون جوونا رو تنها کرده، سوق داده به سمت تنهایی. یالنز چون در مورد الانه باید بگی یالنزلاشتریور، چون شیمدی نگفته قبلا. چوک فازلا آرکاداشلری یوک، دوست زیادی ندارن. ینالیکل اوده وکیت گچریور لار، در مورد الان داره صحبت میگه. معمولا چوونا دیگه الان دارن تو خونه وقت میگذرونن. بیزیم زمانمزده ایلیشکیلر ده چوک فارکلیدی. میگه روابط زمان ما وقت ما خیلی متفاوت بود. اکشام یمکلرینده بیتون آیله اکشام یمکلرینده بیتون آیله توپلانیوردوک. توپلاندک چون داره میگه جمع میشدیم استمرار داره، پس میتونه توپلانیوردوک باشه. این توپلاندک خط بزنید اشتباهه. یمکتن سونرا صحبت ادیوردوک و بازن بیربیریمیزه فکرالار آنلاتیوردوک. میگه بعد از غذا با هم صحبت میکردیم و بعضی موقعا به همدیگه جوک میگفتیم. بیرلیکته چوک ایلنیور دوک، با هم خیلی لذت میبردیم. شیمدی انسانلار یمکلرینی بیله تلویزیونون کارشسندا ییورلار. میگه الان انسان ها غذاهاشونم حتی غذاهاشونم جلو تلویزیون میخورن. بیربیرلریله کنوشمیولار، با همدیگه صحبت نمیکنن. چوچوکلار تلویزیونسوز و بیلگیسیارسوز بی حیات دوشونمک استمیولار. بچه ها یک زندگی بدون تلویزیون و بدون کامپیوتر رو نمیتونن، نمیخوان فکر کنن به همچین زندگی. بیزیم زمانمزدا هر شی بو کدر کلای دیلدی. میگه زمان ما همه چیز این همه راحت نبود. اما بازن دوشونیوروم بیز دها شانسلیدک. میگه ولی بعضی موقع فکر میکنم که ما خوششانستر بودیم. شانسلیدک. خب این از این. و چقدر خوب که اومده در مورد پسفند کن صحبت کرده. خب اومده با اسم و صفت فقط صحبت کرده، در مورد اسم و صفت. ببین وقتی بچه بودم، وقتی دانشجو بودم، وقتی جوون بودم، وقتی دانش آموز بودم، وقتی تو خونه بودم، وقتی تو کافه بودم، اینو میخوام بهت بگم. پسوند کن وقتی رو میرسونه.
یک پسونده، میتونه به صفت بچسبه، میتونه به اسمم بچسبه. وقتی جوان بودم، دانشجو بودم، دانش آموز بودم، بچه بودم، اینا صفتن، کن مستقیم میره میچسبه بهش. نگاه کن. چوچوک کن وقتی بچه بودم، رنجی کن وقتی دانشجو یا دانش آموز بودم، گنج کن وقتی جوان بودم. حالا وقتی بخوای با اسم بسازی، وقتی بخوای با اسم بسازی، قبل از کن یه داده تاته پسوند جایگاهی هم بیار، یعنی اوو بنویس، اسم دیگه، صفت نی، به اضافه د میکنیم، به اضافه کن. اف دی کن وقتی خونه بودم، اوکول دای کن وقتی مدرسه دانشگاه بودم، کافه دی کن وقتی کافه بودم، ایران دای کن وقتی ایران بودم، استانبول دای کن وقتی استانبول بودم. اینم از این. پس دقت، اگه با صفت میاری وقتی که رو، مستقیما برو به چسبون. چوچوک کن، اورنجی کن، گنج کن. وقتی با اسم میخوای بیاری، مثل اف، مثل اوکول، مثل کافه، مثل ایران، مثل استانبول، قبل کن یه داده رو هم بیار. نگاه، اوکول دایی کن، کافه دی کن، ایران دایی کن، استانبول دایی کن. چوچوک اورنجی گنج آرابادا افده، آرابادا افده اسمه، چوچوک اورنجی گنج صفته. چوچوک کن چوک شیش ماندم، وقتی بچه بودم خیلی چاق بودم، چون صفته کن مستقیما رفته کنار چوچوک اومده. اونون اورنجی کن تانشتم، میگه با اون وقتی دانشجو بودم آشنا شدم. گنج کن ده ها سک سینمایی گیدیودم، وقتی جوان بودم زودتر زود به زود به سینما میرفتم. اورنجی کن چوک چلشکان دیلدم، اورنجی کن یه میانجی نذاشته. افده کن چوک مطلویدم، وقتی خونه بودم خیلی خوشحال بودم. آرابا دای کن سیگارا ایچ میورم، دوباره یه میانجیشو نیاورده. آرابا دای کن. قسمت پایین، خب خدا رو شکر یکیه با کتاب. این قسمت رو لطفا تکمیل کنید، چون بحث آزاده، یعنی هر چی که به ذهنت رسید، حتی دو مورد، بیشتر از یه مورد بنویسید. بعد بیان من یه نمونه می نویسم که تو ذهنت یه دونه نمونه داشته باشید. اینترنت یک کن، هر کس دها مطلوی دو، وقتی اینترنت نبود، این دفعه با یک دارم میارم، وقتی اینترنت نبود همه خوشحال تر بودن. تلویزیون یک کن، اویون اوینویور دوک، وقتی تلویزیون نبود با هم بازی میکردیم. الکتریک یک کن، این دیگه واقعا خیلی سختمه. الکتریک یک کن چیه؟ چه اتفاقی میفتاد؟ آها، اکشاملری ارکن اویور دوک، وقتی الکتریک برق نبود شبا رو زود میخوابیدیم. اتومبیل یک کن، وقتی ماشین نبود اتلا هر یره گیدیور دوک، وقتی بسید اینو واقعا جمع نبندم دیگه، گیدیور لارد، وقتی اتومبیل نبود با اسب همه جا میرفتن. تلفن یک کن، مکتوب گندریور لارد، وقتی تلفن نبود نامه میفرستادن. آسانسور یک کن، مردیون لری کول، ای بابا، کولان یور لارد، وقتی آسانسور نبود از پله ها استفاده میکردن. بوزدولابو یک کن، یمکلری یا دا گداları یرین دیبینده ساکلیورلاردی، گفتم وقتی یخچال نبود غذا رو داخل زمین نگهداری میکردم، پنهون میکردم. چماشیر ماکینسی یک کن، چماشیرلری
elde yıkıyorlardı. Rahtarı, lebasarı tutasmış olsan. Sen yok, ben iyi dün Ezofi Ayşe Hanım, ben küçük müdür bey, siz toplandı zahiren yekiye. Şomu bir yayın ver. Saçların uzunken daha güzeldi. Niçin kestirdin? Aha, میگه وقتی موهات بلند بود زیباتر بود. چرا کوتاه کردی؟ سن بانیو اسمه. چون اسمه با داوده میارم. سن بانیو. بچه لطفا خودتون حل کنید بعد با من چک کنید. دیگه من نگم. سن بانیو دایکن بی ارکدشن اردی. اما ادنی سویلمدی. تو وقتی تو همون بودی یه دوست زنگ زد ولی اسمشو نگفت. من 5 یشندایکن باله کورسونا گیتتم. من وقتی 5 سالم بود به کلاس باله رفتم. مدیر بی سیز توپلانتی میسافرینیز گل شو آندا بکلمه سالونوندا. سیز توپلانتیدایکن misafiriniz geldi. Şu anda bekleme salonunda. میگه آقای مدیر وقتی شما تو جلسه بودید مهمونتون اومد. الان تو سالن انتظاره. Ben küçükken annem çalışıp nedenle bana anneanne annem çalışıyordu. Bu yüzden bu nedenle bana anneannem bakıyordu. میگه من وقتی کوچیک بودم مامانم کار میکرده و همین دلیل مادر بزرگم از من مراقبت میکرده. آیشه خانم بیلیو موسونوز سیز تاتیل دیکن کمشونون اوینه هرسز گیردی. گذشته نقلیه هم میخورد به این رو نخوندیم. میگه آیشه خانم میدونید وقتی شما تعطیلات بودید خونه همسایه دزد اومده. سن یوک کن جب تلفنون چاله وقتی نبودی تلفن زنگ خورد. من üniversite dans kursuna gittim. Üniversitedeyken dans kursuna gittim. Ben vakti danışçı budam, vakti der danışko budam be klas raqs raftam. خب اینا دو صفحه. صفحه بعدیمون اینه. ببینم به چه ترتیبه. فوتوگراف آلبومه. بسیار عالی. اصلا شباهت نداره با کتاب. فکر کنم این صفحه کلن اینجا که خب شبیه کتاب هیچی. بله صفحه 54 کلن متفاوت. مشکلی نیست. این شکلی میریم جان. قضیه چیه؟ یرلشتیرلیم آنلاتالم جواب بدید بعد لطفا بیاییم با من چک کنیم. یه چند تا کلمه داریم اون بالا. بعد یه متنی بالای این چهارتا متن هست. میگه بوندان 30-40 یل öncesine kadar şehirlerde çocuk parkları, internet kafeler, evlerde PlayStation'lar ve bugünkü gibi oyuncaklar yoktu. میگه 30-40 سال پیش تو شهرها پارک‌های بچه کافینت ها تو خونه ها پلی‌استیشن بود و مثل امروز اسباب‌بازی مثل امروز نبود. O zamanlarda çocuklar kendi oyunlarını ve oyuncaklarını kendileri yaratıyordu. میگه اون موقع بچه‌ها بازی‌های خودشونو اسباب‌بازی‌های خودشونو خودشون ایجاد می‌کردن، خودشون اختراع می‌کردن، درست می‌کردن. İşte birkaç örnek. میگه اینا یه چند تا örnek مثال. اولی یکان توپ هستش. یکان توپ همون تحت لفظش یعنی توپی که می‌سوزونه. توپ نباید دستت باشه. همون گرگم هوای خودمون هستش. می‌خونم براتون. یکان توپ ان از 4 کیشلیک بیر اویون دو. اولین جای خالی اویوندو رو علامت بزنید. بو اویوندا iki takım oynuyordu. Oluyordu anmışot. İn bazayit bemune. Takımlardan birinin oyuncuları iki gruba ayrılıyor. Diğer takımın oyuncuları da oyun alanının ortasında
بولونیوردو میتونه باشه آماچ. آها میگه بازیکنان یک گروه به دو گروه تقسیم میشد و بازیکنای اون یکی تکه اون یکی گروه جایی که بازی میکردن دقیقا وسط اونجا که بازی میکردن قرار میگرفتن. آماچ ortadaki takımın oyuncularını topla vurmak ve oyundan çıkarmaktı. میگه هدف زدن بازیکنای گروهی که وسط هستن با توپ زدن و از بازی خارج کردن بود. Ortadaki takımın oyuncuları için karşı takımın topunu havada yakalamak bir can demekti. میگه برای بازیکنای توپی که اون وسط قرار گرفتن وقتی که توپی که تو هوا هستش و مربوط به گروه طرف مقابلت، اگه اون توپ توی هوا رو میگرفتی یک جون محسوب میشد. خب این از اینجا بریم متن بعدی. بیر دیر بیر. بیر دیر بیر همون یه بازی داریم، حالا دقیقا اسمش یادم نیست، نگم بهتره، داریم این شکلش هستش، اینجوری خم میشد یکی باید میپرید و اینا، پلیس و اینا داشتش. چوچوکلار بو اویونو بازی بولگلرده هالا اوینیو. میگه بچه ها این بازی رو تو بعضی مناطق هنوز دارن بازی میکنن. اویونون بی باشکانو وارده. میگه بازی یه باشکان داشت، یعنی یه رأس، یه سر داشت. بو اویونده اویونجولاردن بیری دیزلرینی بükmeden öne atlıyordu. میگه یکی از بازیکنان این بازی بدونه که زانوشو خم کنه سمت جلو میپرید. میگه دیگر اونجولار ابنین üzerinden atlıyordu. اون یکی بازیکنان از روی ابه میپرید، یکی هم بود به اسم ابه میپریدن. اویونون başkanı bazen ebenin üzerinden farklı şekillerde نمیدونم اینو بپریم از روشمام. میگه باشکان اون رأس اویون بعضی موقع از روی ابه به شکل متفاوتی ایلیودو میتونه باشه یا تutuyordu. دیگر اویونجولار باشکان ایله این شکلده اتلیودو. اون یکی بازیکنان مثل باشکان میپریدن. بیر اویونجو باشکان گیبی اتلایمادم ما. میگه اگه یه بازیکنی مثل باشکان نتونه بپره او زمان او اویونجو ابه اولیودو. اون موقع اون بازیکن ابه میشد. اویونون هر تورونده ابه بیراز دها از ایلیور. اویونجولار ایچین ابنین اوزرینده اتلامک زورلاشیودو. آخریم. زورلاشیوردو. میگه تو هر توره تو هر سری این بازی ابه یه خورده دیگه کمتر خم میشد و باز پریدن از روی ابه برای بازیکنان سختتر میشد. زورلاشیوردو. Savaş oyunu. Bu oyuna bazıları harpçilik, bazıları komende diyordu. Meyge bazı moga beyin bazı bazı harpçılık, bazı ham komen miygoftan. Oyuncular iki gruba ayrılıyordu. Bazı konan ve do grup taksim mişodan. Oyunda amaç karşı takımının oyuncularını öldürmekti. Meyge hedef tu in bazı koştane ve bazı konaya harifu tarafa mukabel bud. Bir oyuncuyu öldürmek için onun bütün vücudunu görmek gerekiyordu. Mige برای کشتن یک بازیکن باید تمام اون وجود اون یارو رو میدیدی. Sadece başı ya da sadece kolu görmek öldürmek için yeterli değildi. Fakat sarış ya fakat didene destiş برای کشتنش کافی نبود. O zamanlar hazır oyuncak silahlar yoktu. Çocuklar kendi silahlarını genellikle tahtadan yapıyordu. خب اینو همشو گفتیم. خب بریم پایینی آخری.
Mendil kapmaca. Bu oyunu çocuklar genellikle ilkokulda beden eğitimi derslerinde oynuyordu. میگه این بازی رو معمولا بچه ها تو زنگ ورزش تو دبستان انجام میدادن. اورنجیلر iki gruba ayrılıyor ve 15-20 metre uzaklıkta karşılıklı diziliyorlar. Diziliyorlardı. میگه دانشجوها دانش آموزان به دو گروه تقسیم می شدن و با فاصله 15-20 متری به صورت متقابل چیده می شدن. Tam orta noktada bir öğrenci veya öğretmen elinde bir mendil tutuyordu. میگه دقیقا وسط یه دانش آموز یا دانشجو دستش یک مندیل اون پارچه رو که داری میبینی رو نگه میداشت. بو اشارتله aynı anda iki gruptan bir işaretle aynı anda iki gruptan bir öğrenci mendili daha önce almak için koşuyordu. Miye این شخص وسط وسط دو تا گروه وایستادن این که این پارچه رو گرفته دستش با یه اشاره دو تا شخص از این گروه میدویدن سمت اون مندیله که اون مندیله رو بگیره، هر کی اول میگرفت اون برنده بود. Bir işaretle aynı anda iki gruptan bir öğrenci mendili daha önce almak için koşuyordu. Amaç mendili önce alıp karşı takımdaki öğrenciye yakalanmadan kendi grubunun yerine dönmekti. Ki hedef zud گرفتن اون پارچه بود و بدون اینکه رقیبش اونو بگیره باید سمت گروه خودش میدوید، یعنی اون پارچه رو میگرفت کافی نبود، باید سمت گروه خودش هم میدوید و حریفش نباید اونو میگرفت. اینم از این. خب یه چند موردمون موند، یکی مثلا این دومیه. İki takım yakan top en az 4 kişilik bir oyundu. Bu oyunda iki takım oluyordu. İndi düzeldim ince. Miye tu in bazı dota معمولا چیز بودش takım بودش. دوباره دومی از این oluyordu اگه بزنیم. کارم اینم ایلیوردوه دیگه. چی میگه؟ میگه یکی از تو این بازی یکی از بازیکنها بدون اینکه زانوشو خم کنه اونه ایلیوردو سمت این اشتباه شد. وایس اولی اونه ایلیودوه یعنی اینه و دومیش اینه. دیگر oyuncular ebenin üzerinden atlıyordu. Oyunun başkanı bazen ebenin üzerinden farklı şekillerde به شکل متفاوتی می پریدن که اگه به اون شکل نمی پرید اون از بازی خارج می شد. فکر کنم تکمیل شد الان. خب یه خورده چون بازی ها برام متفاوت بود سخت بود، ولی خب اوکی بود، یعنی اینکه خیلی هم سخت باشه و چرا اینجوریه نبود، قابل حل بود. و ما بریم آخرین صفحه. بچه آخرین صفحه همون در مورد با هستش. چطور حرف با رو در زبان ترکی بگیم؟ برای گفتن حرف با دوستان این کلمه بای ما هستش در زبان ترکی که بعد از کلمه میاد. مثلا میگی که آرکادشم ایله با دوستم، اشیم ایله با همسرم، کزم ایله با دخترم. این از این. پس ایله به معنی با هستش و بعد کلمه میاد. بچه ها ایله رو میارن قبلش به اشتباه میذارن و میگن ایله اشیم، چون تو فارسی میگیم با همسرم. به این نکته لطفا توجه کنید. و این از این. مورد بعدی در مورد اینه که این ایله میتونه به کلمه به چسب. تو زبان محاورهمون تو زندگی روزمرهمون ایله رو جدا نمیگیم، چون سری میگیم میچسبونیم به کلمه. برای چسبوندن اولا این ای اولش برداشته میشه. اینو بهتون بگم، ای اولش رو بردار.
قدم دوم چیکار میکنی؟ قدم دوم هیچی، این له میچسبه به کلمه قبلی. آرکادشم له. فقط یه نکته، اگه آخرین حرف صدادارت کلم باشه، له رو به لا تبدیل کن. اشیم له. له به لا تبدیل بشه یا له بمونه، چون ای دارم و اینجا له باقی بمونه. کزم له. له لا بشه یا نه، چون کلن دارم ای دارم به آ تبدیل بشه. پس ای اولش رو پاک میکنی، میچسبونی، حالا میتونه به صورت ل باقی بمونه یا به لا تبدیل بشه. لا برای کلون ها، ل برای اینجا ها. آرابا عایشه کتاب آرکادشم سیزن اونون، ایله بهش میچسبه. نگاه کن، عایشه ایله مراد اولنیو، عایشه با مراد ازدواج میکنه. یه سری جواب بگم به معنی وام هستش، ببینم حالا تو کتاب اگه این قسمت گفته بهتون میگم. اوکولا آرابایلا گیدیورم، به دانشگاه با ماشین میرم. ماسادا کتابلا کلموار، رومیز کتاب با دفتر هستش، میشه اینجا گفت کتاب و دفتر نه قلم هستش. سینمایا آرکادشم، نگاه کن ای کلون اله آورده لا. آرکادشم لا گیتیم، به سینما با دوستم رفتم. اونون لا درس میچالشه جاکسن، با اون درس قراره بخونی. او ایله هر یره گیتیم، اونون ایله هر یره گیتیم. الان زمایر شخصی رو میگم بهتون ایله چجوری باش میاد. بند سیزین له گیلیورو، منم با شما میام. بنیم له با من، سنین له با تو، اونون له با اون، بیزیم له با ما، سیزین له با شما، اونلار له با آنها. اینا رو یادداشت کنیم، با من، با تو، با اون، با ما، با شما، با آنها. بیاین این تمرین رو با هم حل کنیم، لطفا خودتون حل کنیم، بعد بیاین با من چک کنیم. یه چند تا تمرین ساده موند، راحته، همش در مورد این ایله و اینا هستش. اورنجیلر اوکولا ناسو گیدیولار اتوبوسله، میگه دانش آموزان چجوری به مدرسه میرن؟ با اتوبوس. اتوبوس یا میتونسته بگی ایله یا اتوبوس له. حالا چرا لا نشد له؟ چون اتوبوس او داره و اینجه. سنفته کیملر وار؟ اورتمن له اورنجی، میگه تو کلاس کیا هستن؟ میگه معلم و دانش آموزان یا معلم با دانش آموزان. چرا له؟ چون ای دارم و اینجه. کیم درس چلشیوسون؟ یالنز چلشیورم. با کی؟ با چه کسی؟ میشه کیمین له. یاد بگیر کیمینله یعنی با کی. کیمینله. درس چلشیوسون؟ با کی درس میخونی؟ تنها درس میخونم. دون نه یابتن؟ آرکادشم سینمایه گیتیم. آرکادشملا سینمایه گیتیم. دیروز چیکار کردی؟ با دوستم به سینما رفتم. دیلک مرادلا. دیلک با مراد کی ازدواج میکنه؟ سنرم گلجه کای، فکر کنم ماه آینده. و این هم دوین داوت یشونه. الو دنیز می گروشورم. دنیز له می گروشورم. یه الو با دنیز دارم صحبت میکنم. اوت بویرون من دنیز. آره بله من دنیز هستم. دیلیک و مراتو ببینید چی نوشتن تو چیزشون، دفتر اون قضیه دعوتیشون، دعوتیه در واقع کارت عروسیشون. میگه سوگی و اموتلا یاشاملرمزو بیرلشتیریجز بو گوزل گونده، سیزلری ده یانمزدا گورمکتن موتسولوک دویجاز. میگه با محبت و امید زندگیامون رو با هم یکی قراره بکنیم و تو این روز خوب شما رو هم کنارمون اگه ببینیم خیلی خوشحال میشیم. بریم این دوتا سوال رو انجام بدیم. ببینم، خدا رو شکر مشابهن. کیم بنیم له گلمه کیسیو، یاد دادم بهت. با من میشه بریم له. کیم با من میخواد بیاد. ایشه هر گون متروی. آها اینم یه نکته، اگه آخرین حرف کلمت که لا یا له میخواد بهش بچسب و صدا دار باشه، با یه میانجی میاد. متروی لا، هر روز سر کار با مترو میرم. کیم گروشمک استیوسونوز. کیمین له، الان یه خورده پیش بهتون گفتم کیمین له رو حفظ کن، یعنی با کی، با کی میخواید دیدار داشته باشید. آنکارا، آنکارایلا، استانبول ارسی، آرابایلا،
3,5 ساعت. میگه فاصله بین آنکارا و استانبول با ماشین 3.5 ساعته. لطفاً بورادا یوکسک سسله کنوشمایی، میگه لطفاً اینجا با صدای بلند صحبت نکنید. آیشه ایلسیله اتوریو، آیشه با خانواده زندگی میکنه. یرو یعنی بی گملک ل، ایاکبو almak istiyorum. فردا پیرن و کفش جدید میخوام بخرم. اونونلا نرده تانışın، با اون کجا آشنا شدی؟ و مورات çok üzgün، هیچ کیمسیله konuşmak istemiyor. مورات خیلی غمگینه، با هیچ کی نمیخواد صحبت کنه. کاهوالتیدا یومورتایلا پنیر یدم، تو صبحونه تخم مرغ و پنیر خوردم. اوکی بریم این سوالم آزاده جواب بریم، جواب بدیم بعد به من چک کنیم. ها دیشلرینیزی نیلی فرچلیوسونوز، دندوناتون رو با چی مسواک میزنید؟ دیش فرچاسیلا، با مسواک. نیل چوربه ایچیوسونوز؟ کاشیکلا، با قاشق. با چی سوپ میخورید؟ با قاشق. نیل چماشر یکیوسونوز؟ چماشر دترژانیلا، با چی رخت رو میشونی؟ چماشر ماکینسی، چماشر ماکینسیله، با چی رخت رو میشونید؟ با ماشین لباسشویی. لوکانتادا حسابو نیل ادیوسونوز، تو لوکانتا حسابو با چی پرداخت میکنید؟ کارتلا یا بانکا کارت، باز اینجوری بنویسم قشنگتر، بانکا کارتیلا، با کارت بانکی. نیل فوتوگراف چکیوسونوز؟ تلفونلا، با چی عکس میگیرید؟ با تلفن، یعنی گوشیامون همراهامون. ساچلرانازی نیل تریوسونوز، موهاتونو با چی شونه میزنید؟ تاراکلا. اوه نیل گیدیوسونوز، خونه با چی میرید؟ آرابایلا، با ماشین. خب یکی دیگه مونده، ایله یرلشتیرن، میگه با ایله چیز کنیم، تکمیل کنیم. بو مکتوبو سنین کالمین لیازه، این نامه رو با قلم تو نوشتم. خدا رو شکر یکیه. اوچاکتا کنوشمانک یاساک، جب تلفونویلا کنوشمانک یاساک، میگه تو اول با صحبت کردم با تلفن یاساک، غیر قانونیه و نادرسته. ساچلارنی بو تاراکلا می تریوسون، موهاتو با این شونه میزنی؟ 3 boyutlu filmleri özel bir gözlük ile izliyoruz. میگه فیلم های سبودی رو با یک عینک مخصوص تماشا میکنیم. بو یمیی یممک گرک، بو یمیی چاتالا یممک گرک، میگه این غذا رو نباید، یممک منفیه، نباید با چاتال چنگال خورد. اینم از این درسمون که یه کوچولو هم خداییش فشرده بود. 3 تا گرامر خوب خوندیم، گذشته استمراری کنا رو خوندیم، ایله رو خوندیم. جلسه بعدی امریا رو قراره بخونیم. خیلی عالیه، خیلی به درد بخوره. و البته که جلسه بعدی یک مروری داریم از درس 4، جلسه بعدیش قراره وارد درس 5 بشیم. ولی در حالت کلی مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین، امیدوارم که براتون مفید بوده. اگه مفید بوده و دوست داشتین، به دردتون خورده، حتما لایک کنید و تو قسمت کامنت ها نظراتون رو بنویسین. اگه کانال هم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و به پیج ترکی با دریا که تو قسمت کپشن هستش سر بزنید، که دارم زبان ترکی رو اونجا به شکلی متفاوتی آموزش میدم و اونجا هم حتما سر بزنید، ضرر نمی کنید. مرسی که هستین، مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی خوش کلان.